عشق بازی یک خواهر و برادرش. این داستانی واقعی را یک جوان ایرانی فرستاده است. او راز داشتن رابطه با خواهرش را باز کرده و با هیجان تمام قصه می کند. پس توجه داشته باشید که این گونه داستان هم وجود دارد. در ادامه با ما همراه باشید. رامین نوشته است: سلام بوداپرس، اسم من رامین هست و امسال وارد 21 سالگی ام شدم. لطفاً به داستانم گوش دهید و می توانید منتشر کنید. از آنجایی که خانواده ما خیلی کم جمعیت بوده و من هم زیاد آدم اجتماعی نبودم، تا این اواخر هیچ تجربه همخوابی واقعی نداشتم. شما می دانید که هر جوان نیاز به ارضا شدن دارد، اما برای من تنها راه ارضا شدنم خواندن همین داستانهای اوریان و عاشقی بود. دیگه هیچ عکس و فیلمی به اندازه این داستانها به من لذت نمی داد. اما حالا راستش اینقدر از تعریف کردن داستانی که دو هفته قبل برایم اتفاق افتاده هیجان زدم که مدام کلمات را غلط می نویسم و می خواهم خیلی زود تمامش کنم و شما را هم با این تجربه شریک کنم. من در یک خانواده 5 نفره بزرگ شدم. بغیر از پدر و مادرم 2 خواهر هم دارم که یکی از آنها یکی 2 سال پیش ازدواج کرده و من و حمیرا حالا در خانه ماندیم. باور کنید من هیچ وقت فکر رابطه همخوابی داشتن با خواهرم را نمی کردم، چون از من بزرگتر بودن. بعد از ازدواج خواهر بزرگترم، من و حمیرا در خانه تنها شدیم و در طبقه خودمان با هم می خوابیدیم. همین تنهایی ما باعث شد کم کم من به فکر حمیرا بیفتم، دختری که 2.5 سال از من بزرگتر بود و از لحاظ چهره و هیکل کم و کاستی نداشت. یک صورت گرد و خوشگل با یک اندام متوسط و گوشتی که واقعا عشقی بود. از طرفی حمیرا خیلی بدون حجاب و باز میگشت و بیرون از خانه و دانشگاه هم تیپ‌های بازی داشت، ولی مثل من بی تجربه بود و این رو میشد خیلی راحت فهمید. من نمیدونستم اون نسبت به من چه حسی داره، ولی مطمئن بودم که خودم میخواستم باهاش بخوابم و آرزو داشتم بالاخره یک شب این اتفاق بیفتم. کم کم این احساس من قوی تر شد، تا اینکه یک شب وقتی داشتم یکی از داستانهای عشقی را میخواندم به یکی برخوردم که مربوط به خواهر و برادر بود و خیلی من رو تحریک کرد. ساعت حدود 1 شب بود. کامپیوترم را خاموش کردم و رفتم توی هاو. طبق معمول حمیرا توی حال خوابیده بود. من هم رفتم یه پتو آوردم و کنارش خوابیدم. شاید 2 متری بین ما فاصله بود. صورتم را به سمتش کردم و در حالی که نگاهش میکردم توی فکرم داشتم رابطه‌اش رو تصور میکردم و زیر پتو با ابزار خودم بازی میکردم. توی همین افکار بودم که صدای حمیرا به گوشم رسید. چون اتاق تاریک بود متوجه باز شدن چشماش نشده بودم. خیلی آرام به هم گفت: چرا نمیخوابی رامین؟ کم سکوت کردم و گفتم: چطور مگه؟ خوابم نمیبره خب. حمیرا هم گفت: منم خوابم نمیبره، امروز کلی خوابیدم. پیش خودم فکر کردم تا سر صحبت را باهاش باز کنم. یکم پیش خودم فکر کردم و گفتم: حمیرا میتونم یه موضوع را باهات در میان بگذارم؟ حمیرا گفت: خب بپرس چیه مگر؟ چند لحظه مکث کردم و گفتم: آخه بی خیال، مهم نیست. حمیرا کنجکاو شد و گفت: خب بگو، چرا نصفه میپرسی؟ یکم مکث کردم و گفتم: میترسم ناراحت بشی. حمیرا دوباره گفت: نترس، ناراحت نمیشم. قلبم داشت به شدت میزد و خودم میتوانستم صدای قلبم را بشنوم. بالاخره رو بهش کردم و گفتم: راستش من یه مشکل برخوردم که خیلی داره حاد میشه. حمیرا ساکت بود. دوباره ادامه دادم و گفتم: راستش راجب ارتباطم با دخترها هست. من الان 21 سالم هست و تا این روز با این حال که با چند تا دختر دوست بودم، ولی با هیچ کدامشان رابطه جدی نداشتم. حمیرا گفت: یعنی چی؟ یکم فکر کردم و گفتم: خب آخه چطور بگم؟ که خود حمیرا دوباره گفت: فهمیدم منظورت چیه.
آخه چطور ممکنه این برات مشکل درست کرده باشم؟ بهش گفتم خب من هم احتیاج دارم و وقتی نتونم بهش برسم کم کم نمیتونم خودم را کنترل کنم و ممکنه با خودم لطمه بزنم. چند لحظه سکوت بینمون برقرار شد. همیرا سکوت را شکست و گفت خب راست میگی، من فکر کنم همچون مشکل را داشتم. با تعجب گفتم داشتی؟ یعنی حلش کردی؟ همیرا خنده تلخ کرد و گفت نه، ولی بهش توجه نمی کنم. من پرروتر شدم و گفتم یعنی هنوز هم اون نیاز رو احساس میکنی ولی بهش توجه نمیکنی؟ دوباره سکوت ایجاد شد تا اینکه همیرا گفت خب آلی رامین، نمیشه ازش خلاص شد. یکم خودم رو تکان دادم و گفتم تا حالا به فکر بودی که برطرفش کنی؟ همیرا خیلی آرام گفت تو چی؟ من موندم که چی جوابش بدم. یکم با خودم کلنجار رفتم و گفتم خب مگه میشه نباشم؟ ولی به این راحتی نیست. خیلی اذیتم میکنم ولی نمیتونم کارش بکنم و مجبورم یه جوری دیگه خود رو خالی کنم. همیرا گفت من میتونم بهت کمک کنم رامین. من نمیدونستم چی باید بگم. این بود که گفتم مثلا چی کمک؟ این بود که همیرا از جایش بلند شد و نشست. نمیدونستم چی اتفاق میخواد بیفته. راستش فکری همه چیز را تو ذهنم میکردم جز اتفاقی اون شب افتاد. همیرا بلند شد و چراغ آشپزخانه را روشن کرد، طوری که حال هم روشن شد و من توانستم لباسهای تنش را ببینم. طبق معمول یک دامن تا زیر زانوی تنش بود و یک تیشرت قرمز. خیلی آروم بهش گفتم چی کار میکنی همیرا؟ چرا بلند شدی؟ همیرا برگشت و کنار من نشست و گفت میدونم خیلی ممکنه احمقانه به نظر برسه رامین، ولی ما میتونیم نیاز همدیگر را برطرف کنیم. من هم مثل تو با همان اندازه نیاز دارم. خیلی عجیب بود، یعنی واقعا همیرا داشت من رو به رابطه دعوت میکرد؟ گفتم یعنی میخواهی ما با هم؟ همیرا بدون این که حرف بزنه سرش را تکان داد. روبروی همیرا نشستم. اولش ترسیدم ولی کم کم خیلی آروم دستم را رو پاهایش گذاشتم. همون موقع همیرا چشمانش رو بست. من داشتم بازی میکردم. در دنیایی از شوق و عشق فرو رفته بودم که ناگهان تلفنم زنگ خورد و مرا از خواب شیطانی بیدار کرد. وقتی بیدار شدم از خستگی و عرق خیس شده بودم و چند بار نعوذ بالله را خواندم و خودم را تکان دادم. رفتم دوش گرفتم و نماز را خواندم و به کارم رفتم. امیدوارم از این داستان خوشتان آمده باشد. تا ویدیوی بعدی، خدایا را نگهدارتان.